شاید در نگاه اول بیشتر شبیه به یک مروارید فضایی غول پیکر به نظر برسد. این مشهورترین ابرنو اختری است که در دنیای امروزی ما شاهد آن بودیم. ستاره غول آبی در فاصله حدود 168 هزار سال نوری از سیاره زمین که به یک بار منفجر شد. در یکی از شبهای ماه فوریه 1987 میلادی، یان شلتون و اسکار دوغالد اخترشناس مشغول تحقیق و تماشای آسمان شب در رصدخانه کامپاناس شیلی بودند که به یک باره در منطقه‌ای از کهکشان کوتوله و همسایه ما ابر ماژلانی بزرگ متوجه درخشش عجیبی در آسمان شدند. در همین شب بود که ستاره شناسی دیگر به نام آلبرت جونز همزمان این نقطه نورانی را از آسمان نیوزلند مشاهده کرد. آنها مشغول تماشای یک انفجار ستاره عظیم بودند. از آن زمان این منطقه از کیهان مدام در حال تصویر برداری است و دانشمندان اطلاعات فراوانی را از آن به دست آوردند. یکی از مهمترین مطالعات مربوط به رصدهای پیاپی تلسکوپ فضایی هابل بود که در اینجا مشاهده می‌کنید. حالا اگر این تصاویر را از شروع این رصدها تا حدود 15 سال پشت سر هم ببینیم، متوجه تغییراتی در ساختار این ابرنواختر عجیب می‌شویم. یک موج انفجاری عظیم که به طرف بیرون پرتاب می‌شود، امواجی که قطرشان احتمالاً به سال نوری می‌رسد. حالا اگر همین جرم را در طول موج‌های دیگر زیر نظر بگیریم، عجیب‌تر هم می‌شود. در اینجا داده‌های آرایی میلیمتری بزرگ آتاکاما در طیف رادیویی و به رنگ قرمز دیده می‌شود که حضور از غباری تازه تشکیل شده در مرکز سحابی را نشان می‌دهد و همزمان ترکیب آن با تصاویر دقیق هابل که در طیف نوری و به رنگ سبز و همچنین داده‌های رصدخانه چانترا در طیف پرتو ایکس که به رنگ آبی امواج این موج شوکه کننده را نمایش می‌دهند. اما حالا تلسکوپ فضایی جیمز وب در دومین سال فعالیتش به سمت این منطقه اسرارآمیز نشانه رفته. اکنون میتوانیم منظره‌ای با شکوه را از ابرنواختر SN1987A در طیف فروسرخ تماشا کنیم. این تصویر توسط دوربین فروسرخ نزدیک وب موسوم به نیرکم ثبت شده. برای درک بزرگی و ابعاد این ابرنواختر مرموز جالبه بدونید که تنها عرض این عکس بوده 8.5 سال نوریه. در اینجا یک گودال مرکزی شبیه به سوراخ کلید هم دیده می شود. این مرکز مملو از دوده های عظیمی از گاز و غباری است که در اثر انفجار ستاره به بیرون پرتاب می شوند. غبار به قدری متراکم است که حتی نور فروسرخ نزدیک وب هم توانایی نفوذ در آن را ندارد. حالا اگر دقیق تر با آن نگاه کنیم، حلقه ای روشن را در استوای این سوراخ می بینیم که دور تا دور آن را احاطه کرده و نواری در اطراف آن تشکیل داده که دو بازوی ضعیف حلقه های بیرونی شبیه به ساعت شنی را هم به هم متصل کرده. حلقه استوایی در حقیقت از موادی است که ده ها هزار سال قبل از انفجار ستاره به بیرون پرتاب شده است. این حلقه خود دارای نقاط درخشانی است که با برخورد موج ضربه‌ای ابرنواختر به حلقه ظاهر می شود. در حال حاضر لکه هایی حتی در خارج از حلقه هم دیده می شوند. اینها هم مکان هایی هستند که شوک های ابرنواختری به مواد خارجی برخورد می کنند. در حالی که این ساختارها بارها توسط تلسکوپ فضایی هابل و اسپیتزر ناسا و همچنین رصدخانه پرتو ایکس چاندرا مشاهده شدند، اما این حساسیت بی‌نظیر و قدرت تفکیک بالای رصدخانه فضایی جیمز وب است که ویژگی‌های جدیدی را در این بقایای ابرنواختری آشکار می‌کند. و آن ساختارهای هلالی کوچک. تصور می شود که این هلالها بخشی از لایه‌های خارجی گازی باشند که از انفجار ابرنواختری به فضای بیرون پرتاب شدند. روشنایی آنها نیز می تواند نشانه ای از روشنایی ساختاری باشد. پدیده نوری که از مشاهده مواد در حال انبساط در فضای سه‌بعدی به وجود می آید. به عبارت دیگر از زاویه دید ما در این تصویر این گونه به نظر می رسد که در این دو هلال موادی بیش از آنچه واقعا هست وجود دارد. وضوح بسیار بالای این تصاویر خارق‌العاده است. قبل از وب، تلسکوپ اسپیتزر که مدتی است بازنشسته شده، این ابرنواختر را در تمام طول فعالیتش در طیف فروسرخ رصد می‌کرد و در مقابل داده‌های بسیار ارزشمندی را در مورد چگونگی تکامل انتشار موادش در طول زمان به دست آورد. اما با تمام اینها هرگز نتوانست این ابرنواختر اسرارآمیز را با چنین جزئیات دقیقی به ما نشان دهد.
به هر حال این آخرین ابرنواختری بود که در دنیای مدرن با چنین درخشش بالایی در آسمان شب پدیدار شد و این فرصت ارزشمند را به ما می‌دهد تا بتوانیم با ابزارهای فوق پیشرفته خود در دنیای امروزی شاهد چگونگی روند مرگ یک ستاره در اعماق کیهان باشیم. هرچند هنوز اول راه هستیم و برای درک بهتر از آن راهی طولانی در پیش داریم. در آخر شاید برایتان عجیب باشد، اما این ابرنواختر در فاصله ای حدود 170 هزار سال نوری از زمین قرار گرفته و احتمالاً ما مشغول تماشای یک سکانس تاریخی از گذشته‌های دور از اسرار کیهان هستیم.